تشخیص و راه حل خودشیفتگی در کودکان. من در رقابت با هیچ کس نیستم. من مسابقه خودم را اجرا می کنم. من هیچ تمایلی به انجام بازی بهتر بودن از کسی ندارم. من فقط قصد دارم پیشرفت کنم، بهتر از قبل باشم. این من هستم و من آزادم. من عاشق افراد واقعی هستم که منظورشان را میگویند و آنچه را که میگویند واقعی است، بدون دروغ و بدون تظاهر. در این ویدیو در مورد تشخیص خودشیفتگی میپردازیم که در 6 مورد روی آن صحبت خواهیم کرد. اما قبل از آن لطفاً با لایک و سابسکرایبتان ما را حمایت کنید. شماره 1، نیاز به تأیید داشتن. چند چیز وجود دارد که می تواند باعث خودشیفتگی کودکان شود. این طبیعی است که کودکان به تأیید و توجه والدین خود نیاز دارد. گاهی اوقات کودک نمی تواند آن توجه را به خود جلب کند، زیرا خانواده او بسیار رقابتی است و فقط برای موفقیت‌های بالا ارزش قائل است. کودک عقب می ماند. گاهی اوقات تنها زمان احساس می کند دوستش دارد که او برای رتبه دوم به رسمیت شناخته نشود. از این رو احساسی ناامیدی می کنند. اگر کودک در خانواده خودشیفته بزرگ شود، فقط این ارزش ها را می بیند. آنها یک الگوی مادام العمر برای تعقیب شادی ایجاد می کنند. گاهی اوقات کودک احساس شکست می کند، زیرا به طور مکرر به او گفته می شود که به اندازه کافی خوب نیست. آنها تصمیم می گیرند خودشان را دوست داشته باشند و دنیا را شبیه خودشان کنند، زیرا والدینشان به اندازه کافی به آنها محبت نشان نمی دهند. گاهی اوقات آنها تا آنجا پیش می روند که کارهای عجیب و غریب انجام می دهند، زیرا هوس توجه دارند. وقتی تأیید نمی شوند کارهای عجیب و غریب را بیشتر و بیشتر می کنند تا اینکه کسی مجبور شود آنها را ببینند و تأییدشان کند. شماره 2، تلاش برای کامل بودن. وقتی بچه ها باور می کنند فقط زمانی که برنده می شوند مورد محبت و ستایش قرار می گیرند، در این گونه موارد احساسی ناامنی می کنند. آنها فکر می کنند فقط زمانی قابل ارزش هستند که منحصر به فرد باشند. بنابراین کودک برای کامل شدن و دیده شدن به تلاش شروع می کند. آنها برای کمال تلاش می کنند تا ثابت کنند که نقصی ندارند. زمانی که تمام امتیازات گلزنی در یک بازی را به ثمر نرسانند، والدین به پایین کشیدن آنها ادامه می دهند. اگر کودک از نظر چشم به اندازه کافی خوب نیست، در گوشه فرضی از اتاق قرار می گیرد. مشکل این است که کودک ارتباط خود را با خود از دست می دهند. او حتی نمی داند که در اصل کی است. کودک وقت خود را صرف تلاش برای تکمیل هر فعالیت می کنند. به جای تمرکز بر رشد خود، به عنوان یک شخص یک کودک باید بتوانند گاهی اوقات ناقص باشد. کودکان همیشه نمی توانند گل پیروزی را بزنند. اگر یکی از والدین به آنها نگوید که از دست دادن یک گل اشکالی ندارد، آنها همیشه احساس شکست خواهند کرد. شماره 3، والدینی که کودکان را مرکز جهان می کنند. بسیاری از والدین فرزندان خود را مرکز جهان خود قرار می دهند. این بدان معناست که کودک ناگهان به خودشیفته تبدیل می شود. اگر کودک نوپا در این مرحله مورد غفلت قرار گیرد، گاهی اوقات صحنه را بدون اتمام آن ترک می کند. این سناریو ممکن است برای والدین مانند یک رویا به نظر برسد، اما یک چیز منفی است. آنها با همین درک از جهان بزرگ و بالغ خواهند شد. در این مرحله آنها باید متوجه شوند که افراد دیگری در دنیای آنها وجود دارد.
آنها می دانند که به افراد دیگر نیاز دارند، اما می خواهند مستقل باشند. این فقط یک مرحله عادی است. کودکان خردسال به مرزها نیاز دارند. اگر به آنها اجازه شکست داده نشود و محدودیت های خود را بدانند، بدون هیچ چشم داشتی بزرگ می شوند. آنها این محدودیت ها را با پرتاب عصبانیت، چیغ زدن، دستکاری و ساختن احساسات یاد می گیرند. اگر هیچ یک از این چیزها را یاد نگیرند، ممکن است خودشیفته شوند. آنها انتظار دارند که دنیا در حال آنها بچرخد و آنها باید به آنچه می خواهند برسند. قسمت ترسناک این است که کودکان نوپا در حین بزرگ شدن فکر می کنند که شایسته توجه هستند. شماره 4، والدین بیش از حد تحسین می کنند. بسیاری از والدین بیش از حد فرزندان خود را تحسین می کنند. این دنیای جوایز مشارکتی است که ما در آن زندگی می کنیم. آنها می توانند با فرزندان خود کار کنند تا مطمئن شوند که از مسیر خارج نمی شوند. به عنوان یک والدین باید به کودکانتان کمک کنید تا بفهمند که شکست خواهند خورد. اشکالی ندارد که شکست بخورید. به آنها همدلی و مهربانی را بیاموزید. با اعمال خود روزانه برای آنها حد و مرز تعیین کنید. میلیون ها قانون متفاوت در مورد فرزند پروری در جهان وجود دارد. بعضی ها می گویند شما خیلی تعریف می کنید. برخی می گویند شما به اندازه کافی تحسین نمی کنید. مهمترین چیز این است که با فرزندانتان کار کنید تا آنها بفهمند که شما او را دوست دارید، اما باید برای آنها حد و مرز نیز تعیین کنید. شماره 5، تصویر آینه والدین. اغلب اوقات کودکان خودشیفتگی را از والدین خود یاد می گیرند. وقتی والدین با کودک طوری رفتار می کنند که انگار آنها کامل هستند، کودک شروع به باور آن می کند. تحسین برای کودک دوست داشتنی است، اما تمجید از هر حرکتی او می تواند برای رشد او مضر باشد. هنگامی که والدین تمایلات خودشیفتگی را نشان می دهند، ممکن است کودک نیز شروع به رفتار مشابه کند. آنها می بینند که والدین خودنمایی می کنند، زندگی می کنند که انگار قوانین مهم نیست و با بی احترامی با مردم رفتار می کنند. کودکان اغلب آنچه را که در والدین خود می بینند منعکس می کنند. آنها بدون اینکه متوجه شوند شروع به انجام همین کارها می کنند. شماره 6، طبیعت در برابر پروریش. برخی از کودکان با تمایل به احساس همدلی عاطفی کمتر نسبت به سایرین متولد می شود. ذاتاً آنها به اندازه سایر افراد همدل نیستند. آنها احساسات زیادی ندارند. این بدان معنا نیست که آنها یک خودشیفته هستند. فقط به این معنی است که آنها به اندازه دیگران این احساس را ندارند. پروریش یک عادتی آموخته شده است. اگر خودشیفته ها به این نوع بیماری روانی مبتلا باشند، معمولاً به آنها آموزش داده می شود که روابط چندان معنادار نیستند. آنها گاهی افراد را به عنوان یک شی می بینند، زیرا آموخته شده است. آنها با توانایی دوست داشتن به دنیا آمده اند، اما آن را احساس نمی کنند، زیرا به آنها عشق کافی نشان داده نمی شود. توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که هر کودکی که با عشق تربیت نشود تبدیل به یک خودشیفته خواهد شد. آیا چنین معلوماتی برایتان مفید هست؟ لطفاً در کامنت بنویسید. تشکر از توجه و همراهی شما.